همونطور که در صحبت‌ها شنیدیم، مجاهد کمیر عزرا علوی طالقانی در دهه‌های مختلف به آموزش نسل‌های از زنان رزمنده مجاهد خلق مشغول بود. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم سیما باقرزاده تا گفتنی‌های را در دوره‌ای که خودشون با خواهر سوسن همراه بودن و با ایشون بودند رو از زبون خودشون بشنویم. سلام میکنم به شما خانم باقرزاده، خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت رو داریم که در رابطه با این واقعه بسیار مهم و چنین شخصیت والایی از سمبل زنان مجاهد و راهگشا در این فرصت بتونیم صحبت کنیم. خوشحالم که ما هستیم. منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. تو این چند روز که با واقعه و در واقع پرواز خواهر سوسن عزیز مواجه بودیم، پر لحظات متناقض هستیم. قبل از هر چیز در واقع هم تسلیت میگم به خواهرمیم و برادر و هم تبریک میگم به تمام مردم ایران به داشتن چنین الگو و گنجینه قوی از ارزش و آرمان و آموزگار بزرگی که تا همیشه در تاریخ ایران و تاریخ آزادی ایران باقی خواهد موند. خوشحالم که اینجا هستم و میتونم چند کلامی صحبت کنم. بذارید با اون اولین سوال شما بفهمید که در چه مقطعی با مجاهد خلق عزرا علوی طالقانی همراه بودید و با ایشون از نزدیک بودید و آموزش هایی که از ایشون دیدید یا چیزهایی که از ایشون آموختید به چه صورت بود؟ کمی در این رابطه برامون توضیح بدید. قبل از اینکه به سوالتون بپردازم، در واقع خب خواهر سوسن در واقع همونطور که اشاره شده تو تاریخچه مبارزاتشون از در واقع اوایل دهه 50 با سازمان بودن، در واقع در تمام این تاریخ هر زن مجاهدی، هر مجاهدی، زن و مرد فرق نمی‌کنه، در هر برهه تاریخ وارد مبارزه شده، خواهر سوسن رو دیده و شناخته. ولی من مشخصا خودم بیشترین زمانی که در معرض آموزش‌ها و در واقع ارزش‌های خواهر سوسن قرار گرفتم فاصله سال 72 تا 76 بود که در واقع خواهر سوسن به سمت جانشین فرمانده ارتش آزادی بخش در واقع کلیه پیشرفت‌ها و آموزش‌ها و مانورهای ارتش آزادی بخش رو اون موقع در راستای آمادگی برای نبرد سرنگونی هدایت و فرماندهی می‌کردند. خب شنیدیم که خواهر سوسن به عنوان اولین فرمانده تیپ های رزمی زنان ارتش آزادی بخش از سال 66 یک بلعجب، یک ناممکن و خلاصه یک خلقی رو در واقع بردوش خودشون گذاشتن، خلق در واقع ایجاد و آموزش یک تیپ کامل از زنان رزمنده مجاهد خلق. خب اون سختی ها و ناممکن های خیلی زیادی رو در بر می گرفت، ولی حالا همون زنان رسیده بودن به دورانی که ارتش آزادی بخش زرهی شده بود سال در واقع 70 به بعد. من خودم شخصا سال 72 وقتی که در موضع یکی از فرمانده دسته‌های ارتش آزادی بخش بودم، در واقع شروع شده بود مانورهای مستمر ارتش آزادی بخش، مانور شیر و خورشید اگه اشتباه نکنم در تاریخ 8 شهریور 72 اولین مانور جنگی ارتش آزادی بخش بود که من خودم اونجا شرکت داشتم. اونجا خصوصا در واقع مثلا اون سالها تمامی سلسله مراتب فرماندهی ارتش آزادی بخش رو زنان مجاهد تشکیل میدادن از فرمانده دسته به بالا، که خواهر سوسن با در حالی که خودشون جانشین فرمانده بودن و مسئولیت بسیار سنگینی رو به عهده داشتن، ولی رسیدگی و آموزش و به قول معروف دست گرفتن تک تک این زنان مجاهد رو از رزمنده تا فرمانده رو به عهده داشتن. من یادم میاد که خواهر سوسن خودشون مخاطب تک تک ما می شدن، از تضادهامون، از مشکلاتی که داریم، از سوالاتی که داریم. مثلا من خواهم خیلی برام عجیب بود، چند شب قبل از مانور یک سوالی رو مکتوب برای خواهر سوسن فرستاده بودم. روز قبل مانور توی بازدیدی که داشتن اومدن نزدیک تانک ما و صدام زدن. خودم برام عجیب بود که مثلا خواهر سوسن اومدن دم تانک ما، بعد صدام زدن گفتن بیا اون سوالی که کرده بودی جوابش اینه، اینطوری کن، اینجوری پاسخ سوال منو دادن، که یک روحیه عجیبی به من دادتون صحنه که خلاصه کار سختی بعد پیش می بردیم، مانور جنگی بود. برای اون چیزی که برای تمام ما زنان مجاهد در واقع ماندگار خواهد بود، چون همه میدونیم جنگی که مجاهدین دارن پیش میبرن جوهرش و پایش اون جنگ ایدئولوژیکشونه و که میتونه این همه ناممکن رو ممکن کنه. اون چیزی که خصوصا به همه ما در واقع با ارزش ترین
یادگار خصوصا اون نبردهای ایدئولوژیکی بود که خودشون جلودار، فاتح و راهگشاش بودند و پشت سرش به همه ما مشخصا زنان مجاهد یاد میدادن. چون همه میدونیم اون چیزی که انسان رو در مبارزش قفل میکنه و خلاصه مانع ایجاد میکنه، اون به اصطلاح جنسیت پس میرونه و اون فردیتی فرو میبره انسان رو، و خصوصا در همه این زمینه‌ها آموزگار و جلودار ما بود. در واقع مبالغه نیست اگه بگیم که تمامی زنان مجاهد از هر تاریخی که وارد نبرد با شاه و شیخ شدن، در واقع پشت سر خرسوسن حرکت کردن و مدیون آموزش خرسوسن هستن. خرسوسن تو این از ارزش‌ها و در واقع آموزش خرسوسن هر چقدر بخوایم بگیم کم میگیم. کاش فرصت بود ساعت‌ها هر زن و مرد مجاهدی میتونست بیاد بگه، ولی مشخصا اون چی که در صدر این ارزش‌ها برای همه مجاهدین راهگشا بود، ارزش تواضع، فروتنی و خاکی بودن که ما در واقع در فرهنگ مجاهدین بهش میگیم کلفت دومی و نوکر دومی خلق بودن، که این کد و این راه و رسم با خرسوسن شروع شد و خرسوسن تا همیشه الگوی ما بودن. این روش بود که سازمان مجاهدین رو در تمام مسیرها به جلو پرتاب کرد و این کهکشانهای انسانی، این گنجینه های انسانی بود که ما رو رسونده به نقطه‌ای که الان چنین کهکشان هایی رو میتونیم خلق کنیم. امیدوارم پاسختون داده باشم. بله، بسیار عالی. خیلی دوست داشتیم فرصت بود بیشتر میشنیدیم، چون وقتی که همین الان هم شما به نوعی در واقع اینها رو مرور میکردید، دادم تازه متوجه میشه که چه انسان های بزرگی ولی بسیار کم نام و نشان و آرام، ولی با چه ارزش های بزرگی و چه راهگشایی هایی که انجام دادن، و به واقعی همونطور که گفتین یک گنجینه بزرگ انسانی است. در حال تشکر میکنم از شما خانم بارزاده، خیلی ممنونم که امشب با ما بودید و این تجربیات رو با ما و بینندگانمون به اشتراک گذاشتین. تشکر از شما. فقط چون شما اشاره کردین به ارزش ها، میخواستم بگم که خرسوسن شاخص و ارزش بیرنگی بودن، و به قول یکی از خواهران که چند شب پیش داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، گفت خرسوسن ارزش بیرنگی رو به یک رنگ در سازمان ما تبدیل کردن. با درود مجدد به خرسوسن. ممنونم.